بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند یکتای مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و از خدای بزرگ برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم خب شاگردهای خوب صنف هفتم انشالله که درس گذشته را به خوبی خوانده باشید و با آمادگی کامل امروز نشستی تا چیزهای جدیدی را یاد بگیرید مطابق جلسات گذشته ابتدا با یکدیگر بریم و درس گذشته را یک مروری بکنیم یک ارزیابی بکنیم تا مطالب درس گذشته ما و شما به خاطر ما بیاید و بعد از اون درس جدید امروز با یکدیگر شروع میکنیم شاگردای خوب صنف هفتم امیدوار هستم که درستان خوب خوب خوانده باشید سوالات امروز ما و شما از نوع سوالات تشریحی است خب با دقت سوالات گوش کنید و پاسخهایی که در ذهن خود شما می آید با سو... پاسخهایی که من برای شما می مقایسه کنید انشاءالله که به همه سوالات امروز ما بتونید جوابی صحیح بتیم سوال اول وظایف ریشه در نباتات چیست؟ خب اگه درس گذشته را به یاد داشته باشید ما و شما برای ریشه چند تا وظیفه گفتیم وظیفه اول گفتیم ای هسته که ریشه مواد آب و مواد معدنی را از خاک جذب میکنه و در اختیار ساقه قرار میده و وظیفه دوم ریشه ای هست که گیاه یا نبات ما را بر روی خاک استوار نگه میداره و وظیفه سوم ای بود که در بعضی از نباتات بعضی مواد غذایی را در خود ذخیره میکرد سوال دوم ریشه چه موادی را معمولا در خود ذخیره می خب ما و شما در جلسه گذشته به دو مواد اشاره کردیم. یک گلوکوز، دو نشایسته. گلوکوز و نشایسته موادی هستند که در فرایند فتوسنتز یا ترکیب زیایی تولید میشه. گلوکوزهای اضافی یعنی گلوکوز ها مقداری صرف خود نبات میشه و ما بقیه گلوکوز های اضافی به صورت نشایسته در ریشه بعضی از نباتات ذخیره میشه در بعضی از نباتات دیگه در ساقه از اونها ذخیره میشه و حتی در بعضی از نباتات ما از برگ اونها استفاده میکنیم پس با توجه به نوع نبات محل ذخیره مواد غذایی متفاوت است سوال سوم ریشه اصلی چه تفاوتی با ریشه خوب داره خب خوب به خاطر دارید که گفتیم پس از اون که ما دانه یک نبات را در داخل خاک قرار میدیم در ابتدا یک بخش مانند سفید رویش میکنه که او ریشه اصلی هست و پس از ریشه اصلی یک زایده های مویک مانندی از ریشه رشد میکنه به نام ریشه فرعی پس او بخشی که در ابتدا رویش میکنه ریشه اصلی هست و او بخشی که بعدا اضافه میشه و از نظر اندازه و جسامت خرد هست و مویک نام داره ریشه فرعی هست خب شاگردای خوب, خوب سوالا رو ادامه میدیم انواع سیستم ریشه از نظر شکل را نام ببرید ما شما خواندیم که از نظر شکل ما دو نوع سیستم ریشه داریم یک ریشه راست و یک ریشه پاشان در بعضی از کتاب ها همو پاشان و افشان هم میگن هر دو به یک معنی است خب ما گفتیم که اگر ریشه ریشه اصلی قابل تشخیص باشه از ریشه فرعی این میشه سیستم ریشه راست و اگر ریشه اصلی و فرعی قابل تشخیص نباشه سیستم ریشه افشان یا پاشان خود بود سوال بعدی کلاگک ریشه چه نقشی در نباتات داره؟ خب کلاگک دو نقش خیلی مهم داشت. یک نقشش حفاظت از حجرات نمویی بود که بالاتر از کلاگک قرار داشت و نقش دیگر کلاگک این بود که در لابلای سنگ ها و خاک و ذرات خاک نفوذ می کرد و راه نفوذ ریشه را به اونجا باز می کرد تا حجرات نموی در حین برخورد به ذرات خاک و سنگ آسیب نبینه آفرین به شما شاگردایی که سوالات درست پاسخ میدیم سوال بعدی بخش تمایز یافته ریشه با بخش نمویی آن چه فرقی داره ما و شما در جلسه گذشته در پای تخته برای شما این سه بخش ریشه را کشیدیم و گفتیم بالاتر از بخش حجرات نمویی یک بخشی است به نام بخش تمایز یافته بخش تمایز یافته از این قسمت یعنی از حجرات خودشان یک هایی را به بیرون رشد میدن که اون ها کار جذب آب و مواد معدنی را انجام میداد. به همین خاطر به او بخش بخش تمایز یافته است و برای شما گفتیم که حجرات زمانی تمایز پیدا میکنه که یک ویژگی یا یک توانایی جدیدی را کسب بکنن. خب شاگردای خوب ای از مروری از درس گذشته ما و شما که در رابطه با ریشه بود حالی امروز ما و شما در جلسه امروز خود در رابطه با ساقه با یکدیگر دیگر صحبت میکنیم یک بخش بسیار مهم در نباتات خب شاگرده خوب ما دقت کنید در جلسه گذشته ما برای شما گفتم که یک دانه را که در دا داخل خاک قرار میدیم ای دانه در ابتدا بخشی که از این دانه رویش میکنه ریشه نام دارد به خاطر دارید که گفتیم ریشه به سمت داخل خاک رویش میکنه ساقه بخش جدیدی هست در نبات ما که بعد از ریشه نموف پیدا میکنه اما جهت رویش ساقه و جهت رویش ریشه عکس یکدیگر است متفاوت با یکدیگر دیگر ساقه به سمت بالا رویش میکنه و ریشه به سمت پایین رویش میکنن خب یک مطلب خیلی جالب و به را برای شما شاگردای خوب ما بگم که یک زمانی هست که ما یک نبات رو میبینیم که در همو ابتدا در حال جوان زدن و رویش و رشد است ما نه دانه از او رو قبلا دیدیم و نه این نبات ما به برگ و گل رسیده که ما اینا رو مقایسه کنیم که این تک مشیمه در آینده تک مشیمه خواهد شد یا دو مشیمه حالا ما این از کجا در ابتدا تشخیص بدیم؟ حال ما برای شما میگم که رویش همی ساقه هم در نباتات تکمشیمه و نباتات دومشیمه با یکدیگر متفاوت است اگر این نبات من یک نبات تکمشیمه باشه ساقه به صورت مستقیم و میلمانند رشد میکنه در نباتات تکمشیمه اما اگر این نبات ما نبات دو مشیمه باشه از همین ابتدا بعد از اینکه ریشه رویش کرد سرش خمیده هست یعنی سر ساقه به سمت بالا رشد میکنه اما خمیده هست و باز یک چند روزی که گذشت دو عدد برگ ما در این قسمت میبینیم دو تا برگ بسیار کوچکی که در ابتدا سر ساقه به سمت پایین خم است دو تا برگ اینجا به وجود می آید بعد از اینکه برگ دو تا برگ به وجود آمد ساقه سرش راست می شه. اما در ابتدا یک سر خمیده به سمت زمین یا خاک خواهد داشت پس ما با توجه به نحوه رویش ساقه باز هم میتونیم حدس بزنیم که این نبات ما در آینده متعلق به نباتات تک مشیمه خواهد شد یا نباتات دو مشیمه خب شاگردای خوب ما و شما میریم با ساقه بیشتر آشنا بشیم بخوانیم ببینیم ساقه چی بخشی از نبات است چی وظایفی را بر عهده داره و ما در طبیعت چند نوع ساقه داریم خب شاگردای خوب ما دقت کنید تعریف ساقه را ما و شما در یک جمله بسیار ساده به این صورت میگیم ساقه قسمتی از نبات است که بعد از ریشه روی زمین رشد میکنه در هیچ نباتی ابتدا ساقه وجود نداره در تمام نباتات ابتدا ریشه به وجود میاد پس از آن ساقه خب اما ساقه از چه بخشایی تشکیل شده هر ساقه هر نباتی بعد از رویش کردن و ادامه رشد خودش سه قسمت در خودش ایجاد میکنه و ما و شما میبینیم یک قسمت که در ابتدا به وجود میاد به نام پندک ها معروف است این پندک ها یا جوانه ها در آینده ما نمیدانیم یا برگ میشه یا گل میشه که باز پیشتر که در اسلاید بعدی رفتیم ما و شما را بیشتر با یکدیگر میخوانیم بخش دوم برگ ها هست بر روی یک ساقه علاوه بر پندک ها برگ ها را ما و شما میبینیم که با توجه به نوع برگ و رگ برگ های برگ تکمشیمه بودن و دومشیمه بودن برای ما و شما مشخص تر می شه. اگر رگ برگ ها موازی بود تکمشیمه و اگر رگ برگ ها غیر موازی یا منشعب بود اون نبات ما و شما نبات دومشیمه خود بود و گره ها را می خانیم. خب این گره را در بعضی از کتاب ها بند هم میگن یعنی در بعضی از نباتات ساقه که رشد ای ساقه بند بند میشه یک حلقه های زخیمتری دور تنه ای ساقه به وجود میآید که بعد از این گره ها ما در این مناطق ما پندک ها را میبینیم و پس از اون رویش برگ ها و جوانه ها را خب در این شکلی هم که ما برای شما آوردم برگ کامل مشخص است یک موضوع را ما برای شما بگم که بعضی از نباتات ای برگ به طور مستقیم به ساقه اتصال داره ولی بعضی از نباتات ای دنبرگ وقتی که مستقیم متصل هست دیگه دنبرگ نداره اما بعضی از نباتات برگ اونا مستقیم وصل نیست و یک قسمت نازکی سبزرنگ علفی داره به نام دنبرگ بازم میتونیم بگیم که در نباتات تکمشیمه ما دنبرگ نمیبینیم یعنی برگ ها بیشتر مستقیم وصل است به خود نبات اما در نباتات دومشیمه ها ابتدا به دونبرگ و پس از آن به شاخه وصل میشه و این شاخه ها باز به ساقه یا به تنه درخت متصل میشه خب این ساقه که با ظاهرش آشنا شدیم چی ویژگی هایی داره یا چی وظایفی را داره همونطور که ریشه گفتیم آب و مواد معدنی را از خاک میگیره و میده به ساقه حالا ساقه چی وظایفی داره این ساقه باید این آب و مواد معدنی رو بگیره و به برگ برسانه و به سایر بخش های یک نبات چرا به برگ ها و سایر بخش های نبات برسانه به خاطر از اینکه مهمترین فرایند بیولوژیکی یا به عبارت مهمترین عملیه بیولوژیکی در نباتات فتوسنتز یا ترکیب زیایی هست که او هم در دا داخل برگ ها انجام میشه و برای انجامش یک ماده بسیار مهم و ضروری که آب هست مورد نیازه حالا این آب از ریشه باید به ساقه برسه و از ساقه توسط انساجی که قبلا خواندیم زا انساج زایلم و فلویم که زایلم ها این آب میگیره و به برگ ها انتقال میدن خب انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به برگ که تشریح کردیم انتقال غذای ساخته شده از برگ به بخش های دیگر نبات خب برعکس وقتی مواد خام در اختیار برگ قرار داد پس از انجام فتوسنتز یا ترکیب زیایی او غذای ساخته شده یعنی او گلوکوز ساخته شده را باید توسط فلویم ها که در ساقه قرار داره به سر تا سر حجرات یک نبات توضیح کنه استوار نگه داشتن برگ، گل و میوه خب ما در ریشه داشتیم استوار نگه داشتن نبات یعنی ریشه که رشد میکرد نبات ساقه او نبات باعث میشد استوار نگه داره حالا خودی از این ساقه هم کمک میکنه که او برگ یا گل یا میوه که به ساقه وصل هست او هم استوار بر روی زمین قرار بگیره در بعضی نباتات مانند کچالو و مولی سرخک ساقه وظیفه ذخیره مواد غذایی را داره اما این بسیار جالب است چرا که ما و شما فکر کردیم یا بعضی ها فکر میکنن که سیب زمینی یا کچالو ریشه یک نبات است در صورتی که ریشه نبات نیست زمانی که ما کچالو یا مولی سرخک از داخل خاک خارج کنیم بینیم در انتهای از اونا زایده های ریشه را خود اینا ساقه بوده که چون مواد غذایی را در خود ذخیره کرده به صورت یک قسمت برآمده هست که ما او را به صورت کچالو یا مولی سرخک میبینیم خب برای ساقه ما بخش به بنام گره را داریم میگیم بعد از نمو ساقه روی آن برامدگی به بنام گره نام داره که ای گره تبدیل به برگ پندوک که باز خود از این پندوک تبدیل به جوانه و یا گل خواهد شد در آینده پس ابتدا بعد از رویش ساقه دومین بخشی که در نبات رشد پیدا میکنه و نموف پیدا میکنه گره هست الله در سالهای بعد وقتی که بیولوژی رو بیشتر خواندید و با علم بیولوژی بیشتر آشنا شدید خواهید خوان که در این قسمت حجرات خاصی حضور داره که این حجرات یک توانایی خاصی رو داره یک توانایی یا یک ویژگی دیگری رو پیدا میکنن نسبت به حجرات دیگه به همین خاطر هست که از هر جایی در ساقه برگ یا شاخه یا گل رویش نمیکنه بله که فقط از جاهای ما شاهد رویش برگ یا شاخه یا گل هستیم که قبلا در اونجی گره به وجود آمده باشه خب شاگردای خوب دقت کنید که این گره ها بعضی از این گره ها برآمدگی بیشتر به خود میگیره و به صورت پندک میشه به وجود میایه این پندک ها در هر جایی نیست در بخش های خاصی در نبات است خب ما ابتدا در پای تخته برای شما موقعیت های پندک ها رو نشان میدیم و باز با یک دیگه برمیگردیم و ویژگی های پندک ها را ها مرور میکنیم و یاد میگیریم شاگردهای خوب دقت کنید پندک ها را ما در تمام نباتات خواهیم داشت اما در دا تعداد و موقعیتی از این پندک ها با یکدیگر متفاوت هست. خب این یک ساقه یک نبات هست. بخش های مختلفی از این نبات ما یک سری پندک یا برامدگی های را میبینیم. ممکنه در قسمت های اطراف و حتی در رأس یک ساقه هم ما این پندک ها را ببینیم. در بعضی از کتابهای علمی به این ها حجرات یا سلولهای مرستمی هم میگن پس مرستمی یا همون ها در واقع به یک معنا هست خب ما دونو کم کم حد اقل دونو پندوگ ما در یک نبات خواهیم داشت یکی پندوگ انتهایی یا نمویی و یکی پندوک جانبی خب هر کدام از اینا یک کار خاصی را انجام میده این پندوک انتهایی یا نموی کارشی هست که ساقه ما و شما رشد کنه طول ساقه یا قد ساقه ما و شما افزایش پیدا کنه اما پندک های جانبی باعث میشه که شاخه های فرعی در نبات ما و شما رویش کنن خب شاید دقت کرده باشید که در فصل بهار که نزدیک میشی پدرهای شما ممکنه که اگر یک درختی را جلوی در جلوی درب منزل یا در دا داخل اولی داشته باشید شاخه های فرعی از اونها را میزنن این کار باعث میشه که تمام انرژی این نبات ما و شما صرف پوندک های انتهایی یا نموی بشه و این درخت یا نبات ما و شما رشد بکنه اگر این جوانه ها یا به عبارت این پندگه های جانبی وجود داشته باشه و تعدادش زیاد باشه این نبات ما و شما به جایی که قد بکشه بیشتر رشدهای های شاخه های فرعی این نبات زیاد میشه پس این کار از نظر علمی هم یک کار صحیح هست که با نزدیک شدن در فصل بهار ما شاخه های جانبی را کوتاه کنیم اما شاخه های جانبی را نیاز نیست که حتما تمام شاخه های جانبی یک درخت از اما ابتدا از ام بخ ما قطع کنیم چون در هر کدام از این شاخه ها در نوک از اینا ممکنه ما چی داشته باشیم جوانه ها یا پندک های انتهایی یا نموی داشته باشیم این شاخه ما بازم برای خود شاخه های فرعی داره ما بهتره در ابتدا شاخه های فرعی را قطع کنیم خب این کمک میکنه به این نبات ما که سریعتر از نظر طولی رشد بکنه خب حالا بیشتر با این پندک های انتهایی یا نمووی و جانبی آشنا میشیم اما تعریف خود پندک پندک چی هست؟ پندک ورقه های نازک به هم چسبیده ها. مانند یک سری فلس یا پولک های بسیار نازک و کوچکی که همه شبیه قنچه به یکدیگر دیگر خب اینا همینجور که نموف پیدا میکنه و رشد میکنه ای این ورقه ها از یکدیگر جدا میشه خب پندکها ها ورقه های نازک و به هم چسبیده ای هستند که بعد از نموف از هم جدا میشن یا تبدیل به برگ میشن یا تبدیل به گل میشن به میوه تبدیل نمیشه مستقیم بعدن هست که او گل باز خودش رشدش طی میکنه و تبدیل به میوه میشه پندک ها به دو نوع هست پندک های جانبی و پندک های انتهایی یا نموی یک اسم دیگه هم در بعضی جاها ما کتاب های علمی رو خواندم رأسی هم میگن این پندک های انتهایی یا نموی به نام پندک های رأسی هم یاد میشه یعنی در رأس ساقه یک نبات قرار داره خب ای پندک‌های های انتهایی که در نوک ساقه بود سبب رشد طولی میشه این یک نکته مهم هست که در سوالات صحیح و غلط و چهار میشه از اون استفاده کرد پندک‌های های جانبی در اطراف ساقه میروید و بر گل میوه یا شاخه چه تبدیل میشه منظور از شاخچه همون شاخه های فرعی هست خب این میورم که من برای شما گفتم که مستقیم تبدیل نمیشه ابتدا گله و سپس تبدیل به میوه میشه اما اقسام ساقه چند نوع ساقه در طبیعت وجود داره چهار نوع ساقه اصلی را در نباتات ما و شما میبینیم یک ساقه راست ساقه خزنده ساقه پیچان و ساقه زیرزمینی خب شاگردای خوب برای شما پیش آمده که در حین عبور از از منزل که خارج میشید و قصد دارید به جایی برید در بعضی از منازل شما میبینید یک سری نباتات سبزرنگی که به دیوار خانه ها چسبیده است در بعضی مواقع دیگه یک سری نباتات یا گیاهانی سبزرنگی رنگی را میبینین که به دور یک نخ یا به دور یک سیم حتی به سر در حولی همه تو پیچ میخوره خب اینا نباتاتی مختلف هسته که ساقه های متفاوتی رو دارن گاهی وقتا شما بعضی از نباتات می بینین که ساقه از اونا بخواد برعکس به جایی که مستقیم به سمت بالا رشد بکنه بر روی زمین به صورت افقی رشد میکنه اینا ویژگی های ساقه های متفاوت است که هر کدام از این ساقه ها در نباتات خاصی دیده میشه و دلیل اورم انشاءالله خواهید خواند ما شما از نزدیک این چهار نو ساقه یعنی ساقه راست، ساقه خزنده، ساقه پیچان و ساقه زیرزمینی را با یکدیگر مقایسه میکنیم ساقه راست چی یک درخت میتونه باشه و چی یک گندوم یا جو باشه همو ساقه یا همو بخشی که پس از ریشه نموف پیدا کرد و از خاک بیرون آمد ساقه نام دارد در بعضی از نباتات مانند درختان این ساقه ها حتی تنه یاد میشه و چوبی هست و در بعضی از نباتات یا علف ها در بوته های یک گل اینا یک کمی زخیم تر هست و در بعضی از نباتات حتی در سبزیجات و ترکاری ها بسیار بسیار نازک هست که ما اونا رو با غذا همراه غذای خود ما به صورت خام هم مصرف میکنیم همه ای از اینا ساقه راست نام داره خب بخش دیگه ساقه خزنده هست که گفتیم روی دیوارها به صورت افقی رشد میکنه و میچسبه ما دو نباتی را در کتاب شما اشاره کردم مانند توت زمینی و کدو این دو نبات هسته که وقتی که ساقه اینا رشد میکنه و از داخل خاک بیرون میایه به صورت افقی بر روی زمین افزایش پیدا میکنه طول اینا زیاد میشه به این ای نباتات ساقه اونا به نام ساقه خزنده معروف است خب ساقه های پیچان این ساقه های پیچان دا بیشتر در دا داخل باغچه های خانه شما یا های شما در باغ ها میبینین حتی بعضی از اینا به صورت یک علف هرزه هست یعنی باعث میشه که محصولات کشاورزی از او محصول خوب و مرقوبی که میخواد تولید کنه باز بمانه چرا که اینا به دور ساقه ها و تنه های از اونا پیچ میخورن و مزاحمت برای این نبات جدید یا این نبات مورد نظر ما و شما ایجاد میکنه خب این ساقه های پیچان همون تو که از نامش معلوم هسته به دور اجسام نزدیک خودشان پیچ میخورن ای اجسام نزدیک یا ما میتونیم سر این نبات ساقه از این نبات با یک نخ و یک دیوار جایی ثابت بکنیم یا به دور یک میله پیش بدیم و یا که خود این نبات همینطور پیش میخوره و یک تکهگاهی برای خود پیدا میکنه و به دور این نبات رشد پیشی خود ساقش به صورت پیچاننده است مانند عشق پیچان که این نباتی هست که این گلی هست که بسیار گلهای زیبایی را داره و ساقه این نباتات ما در تصویر نزدیکتر برای شما آوردم که چگونه به دور ساقه یک نبات دیگری پیچ میخوره اینها تحت عنوان نباتاتی یاد میشه که ساقه های پیچان داره خب ساقه های زیرزمینی هست که گفتیم در ابتدای درس امروز به او اشاره کردیم مواد غذایی در ساقه های زیرزمینی ذخیره میشه مانند کچالو در این تصویر شما میبینید که از کچالو ریشه های خارج شده پس در نتیجه خود کچالو یا سیب زمینی یک بخش غذایی یک نباد است که این مواد غذایی نشایسته در دا داخل ساغه ذخیره شده و این ساغه را به صورت کچالو یا سیب زمینی در آورده خب شاگردای خوب و عزیز امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید ما و شما چیزای زیادی رو امروز یاد گرفتیم ای به ما و شما کمک میکنه که در زندگی روزمره خود ما در اطراف ما یک دید علمی داشته باشیم و به نباتات و موجودات زنده در اطراف خودمان به صورت یک دید علمی ما و شما نگاه کنیم حالا ما و شما ساقه ها که ببینیم تا حدودی به یاد حرف های ما میفتین و ساقه ها را تشخیص میدین برگ ها را تشخیص میدین و جوانه ها را خب انشاءالله که همه شما عزیزان تا جلسه بعدی در پناه خدای بزرگ و مهربان صحیح و سلامت بمانین و درستان خوب خوب بخوانید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدا میسپارم خدایا رو نگهدار شما خوب